62مین روز اعتصاب قضای 4 زندانی سیاسی کرد در قزلحصار کرج، تجمع اعتراضی دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه فنی مهاجر اصفهان، درگیری جوانان و زنان در آریاشهر و سولقان تهران با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی، اعتراض باغداران دماوند تهران، تجمع اعتراضی کارگران اخراجی سیمان شهر کرد و حکم 2 سال زندان برای شتن از دراویش گناوادی به اتهام اقدام علیه امنیت رژیم. 4 زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار کرج 62مین روز اعتصاب قضای خود را در حالی سپری کردند که دچار لرزه شدید، سرگیجه و دردهای عضلانی هستند. دشگیمان از هر گونه رسیدگی پزشکی به این زندانیان و حتی کمک همبندانشان جلوگیری می‌کنند. اسامی این زندانیان عبارتند از حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید و جهانگیر بهوانی. خانواده یک زندانی به نام علی کاردی که در زیر شکنجه دشگیمان در زندان مرکزی کرج جان باخت، در یک حرکت اعتراضی حاضر به تحویل گرفتن پیکر او نشدند. مادر داغدار این زندانی گفته است فرزند من سالم بوده است و او را سالم می‌خواهم. گفته می‌شود روز سه‌شنبه 10 دی ماه علی کاردی در سلول انفرادی با ضربات باتون دشگیمان در زیر شکنجه جان باخت. این زندانی 34 ساله بیش از 14 سال را در زندان سپری کرده بود. گروهی از زنان و دختران در پاساژ گلدیس آریاشهر در تهران در برابر مزدوران گشت ارشاد که به بهانه آخوساخته بدحجابی قصد دستگیر کردن آنها را داشتند، مقاومت کردند و مانع دستگیری شدند. جمعی از جوانان در پست بازرسی جاده سولقان تهران روز 10 دی ماه با ماموران سرکوبگر انتظامی که قصد بازرسی و اذیت و آزار آنها را داشتند درگیر شدند. باغداران دماوند در اعتراض به ساخت و سازهای غیرمجاز توسط ایادی رژیم آخوندی و از بین بردن باغهایشان روز 11 دی ماه در مقابل شهرداری رژیم تجمع کردند. شهردار رژیم و ماموران آن با گرفتن رشوه‌های کلان از بساز و بفروش‌ها اجازه ساخت آپارتمان در باغ‌ها را می‌دهند که این امر باعث از بین رفتن بسیاری از باغ‌های دماوند شده است. دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه فنی مهاجر اصفهان روز دوشنبه 9 دی ماه در اعتراض به بی‌کفایتی گردانندگان دانشگاه و کیفیت پایین آموزشی در مقابل دفتر مدیر گروه کامپیوتر تجمع کردند. روز جمعه 13 دی ماه کارگران اخراجی سیمان شهر کرد با وجود سرمای بسیار شدید در مقابل مصلای این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران پلاکاردهایی در دست داشتند و از گرسنگی و اخراج خود شکایت می‌کردند. وضعیت جسمی شهرام احمدی و آرش شریفی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام در بند 350 زندان اوین، وخیم می‌باشد. شهرام احمدی که پیشتر کلیه چپ خود را از دست داده بود، به خاطر عفونت کلیه دیگرش با مشکلات جسمی حادی روبرو گردیده است و تا کنون دشقیمان مانع از درمان وی شدند. برادر وی نیز سال گذشته توسط دشقیمان در زندان قزلحصار اعدام شد. آرش شریفی نیز چشم چپ خود را تقریبا از دست داده است و چشم راست وی هم در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد. دادگاه ارتجاع ستن از دراویش گناوادی کوار به نامهای ابراهیم فضلی، محمد علی سعدی و اصغر کریمی را که در جریان حمله ماموران امنیتی در کوار مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند، به بهانه اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی، هر کدام را به 2 سال زندان محکوم کردند.